شهری کوهستانی دیرالاحمر در شرق لبنان. این شهر پیش از آغاز عملات اسرائیل به بولبک و شهرهای مجاوران که عمدتاً شیعه نشین هستند، میزبان بیش از 10,000 آواره بود. با ادامه بمباران اسرائیل، هزاران نفر دیگر وارد این شهر شدند. خانواده های بیجا شده در مکتب های دیرالاحمر پناه گرفتند. در حالی است که زمستان سخت نزدیک و منابع و امکانات برای رسیدگی به نیازهای آوارگان بیپناه اندک است. این آوارگان که قبلا 2 وعده غذایی دریافت می کردند، اما حالا برای دریافت غذای کافی در چاشت از صبحانه محروم شدند. سوزان قاسم، مادر 2 فرزندی که خانه‌اش ویران شده، در یک از مکاتب دیرالاحمر شب و روز را با فرزندان خود سپری می کنند. چون این حکایت دارد. برق نیست، آب هم اغلب قطع می شود. آیا مرا درک می کنید؟ کمک های اولیه بسیار اندک است. مثل این است که فقط مقداری برای ادامه دادن به دست آورید. به عنوان مثال برای یک خانواده 4 نفره یک قوطی گوشت و مقداری باقلی می گیریم که باید تمام روز بماند. برای رسیدن فصل سرما ادامه زندگی را برای این خانواده ها سخت‌تر کرده و نیازمندیشان بیشتر شده. آنها لباس و سرپناه گرم نیاز دارند. ما طفل داریم. اگر از بمباران فرار کنیم، آیا قرار است از سرما بمیریم؟ با وجودی که دمای هوا در اینجا در طول شب به 6 درجه میرسد، این مکاتب هنوز برای فعال کردن سیستم مرکز گرمی مواد سوخت دریافت نکردند. شب از سردی می لرزیم. کنار دخترم می خوابم و به او می گویم مرا در آغوش خود بگیرد تا گرم شویم. اما ما گرم نمی شویم. اکثر این آوارگان تنها با لباسهای بتن داشتهشان از خانه و کاشانه خود فرار کردند. بر اساس آمارها، از آغاز عملات اسرائیل به خاک لبنان بیش از 1.2 میلیون نفر از خانه‌هایشان بیجا شدند.